سلام من دکتر امین حسینی هستم و میخوام در رابطه با نحوه تغییر یا درمان تله ترد اجتماعی یا همون طرحواره انزوای اجتماعی با شما صحبت بکنم برای اینکه بخواین این تله یا طرحواره رو درمان یا تغییر بدین باید گامهایی رو طی بکنید که یکی یکی اونها رو با همدیگه بررسی میکنیم اولین کاری که باید بکنید اینه که تله ترده اجتماعی کودکی خودتون رو درک بکنید کودک گوشگیر درون خودتون رو احساس بکنید اولین قدم یادآوریه. اجازه بدین تا احساس تمایزی که در کودکی نسبت به سایر کودکان داشتید به ذهن شما خطور کنه در هنگام تنهایی اتاق رو تاریک کنید و در محل راحتی بنشینید فراموش نکنید که نباید به زور تصاویر رو به خاطر بیارید فقط چشمان خودتون رو ببندین و اجازه بدین تصاویر خود رو نشون بدن زمانی رو که احساس متفاوت بودن و پایین رتبه بودن داشتید رو به خاطر بیارید میتونید با تصویری از رخدادی کنونی آغاز بکنید که احساس ترد اجتماعی رو در شما برمیانگیزه. معمولا خاطرات از رخدادهایی مثل مورد تهدید و تمسخر واقع شدن تنهایی جدا ماندن از دیگران یا تعلق خاطر نداشتن به وجود میان خاطرات ترد اجتماعی دردناک هستن از شما میخوام اون کودک ترد شده رو به آرامش برسونید بزرگسالی خودتون رو تصور بکنید که در حال تسکین دادن اون کودکه ترد اجتماعی یعنی احساس سردی و تنهایی کودک درون خودتون رو در این فضای سرد تنها نذارید خود رو در بزرگسالی تصور و از کودک درون خودتون حمایت بکنید دومین کاری که باید بکنید اینه که فهرستی از موقعیت اجتماعی که در اونها احساس استراب و ناراحتی می کنید تهیه کنید فهرستی از موقعیت رو که در اونها احساس ناراحتی می کنید اما از اونها امتناع نمی کنید تهیه بکنید فهرست شما باید شامل مهمونی، جلسات، رستوران های عمومی، صحبت در جمع، صحبت در برابر افراد شناخته شده و مکالمات باشه. مثلا ممکنه شما توی فهرستتون بنویسید که موقعیت های اجتماعی که منو مسترب میکنه اما از اونها فرار نمیکنم. بعد زیر این عبارت یکی یکی موقعیت های اجتماعی که شما رو مسترب میکنه و شما در عین حال که مسترب میشید ازش فرار نمی کنید رو لیست بکنید مثلا میتونید بنویسید خوش و بش با دیگران تماس با مشتریان بالقوه صرف نهار در محل کار وقت صرف کردن با دوستان ملاقات با همکاران صحبت با افرادی که به خوبی اونا رو نمیشناسم یا آشنایی با اشخاصی در آپارتمان خودم و از این جور مسائل حالا دو تا ستون دیگه باید اضافه بکنید در ستون دوم روبروی هر موقعیت در مورد شکل احساس ناخوشایندی تفاوت یا بی اهمیتی بنویسید مثلا اگه قبلا توی اون قسمتی که موقعیت هایی رو که در شما ایجاد استراب میکنه ولی ازش امتناع نمی کنید نوشید مهمونی رفتن حالا روبروش میتونید بنویسید عدم ظاهر مناسب، مکالمه بعد استراب یا هر چیز دیگه ای که فکر می کنید می تونه احساس ناخوشایندی شما رو توضیح بده شاید نوشته باشید حرفای احمقانه میزنم قبل و بعد از ملاقات احساس و آرامش ندارم دیدگاه یک فرد حرفه‌ای رو برای دیگران ایجاد نمی کنم یا هر چیزی که توی ذهنتونه و در ستون آخر هم بنویسید که در بدترین حالت ممکن چه اتفاقی میتونه رخ بده آیا دیگران به شما میخندن و شما را ترد میکنن آیا بی اهمیت جلوه خواهید کرد آیا احساس تعلق خاطر نخواهید کرد و بعد تمامی این پاسخها رو یادداشت بکنید کار سومی که باید بکنید اینه که فهرستی از جمع و گروه هایی که از اونا دوری میکنید تهیه کنید در این مرحله بایستی فهرستی از موقعیت هایی بنویسید که از اونها اجتناب می کنید اینها فعالیت هایی هستند که ترجیح میدید از اونها امتناع کنید به عنوان مثال میتونید بنویسید موقعیت های اجتماعی که از اونها دوری کنند و بعد این موقعیت ها رو به ترتیب لیست بکنید ممکنه بنویسید اغلب مهمونی ها بیرون بردن مشتری ها به صرف شام قرار ملاقات داشتن درخواستی از رئیسم دعوت از افرادی که اونا رو به خوبی نمیشناسم بیرون رفتن با همکارا بعد از اتمام کار یا ارائه کنفرانس در محل کار یا تحصیل وقتی لیست خودتون رو کامل کردین حالا دو تا ستون دیگر رو اضافه کنید و همون مرحله ای رو که قبلا هم در گام قبلی انجام دادید رو حالا اینجا هم انجام بدین گام چهارم اینه که فهرست راههایی رو که از طریق اونها دست به ضد حمله میزنین یا بیش از حد به جبران میپردازین تهیه کنید اینا راههایی هستن که از طریق اونا سعی در اثبات نادرستی تله خودتون دارین این نوعی ضد حمله است سعی می کنید تا از هر طریق ممکن نشون بدین که متفاوت نیستین و از این طریق به مبارزه با تلهی خودتون می پردازین. شما فردی ناخوشایند نیستین لیست خودتون رو آماده بکنید میتونید توی لیستتون اینجوری بنویسید که راههایی که از طریق اونها به جبران احساس تمایز میپردازم بعد اون راه ها رو یکی یکی پیدا کنید و بنویسید مثلا ممکنه بنویسید فقط برای اینکه احساس تعلق خاطر کنم تظاهر به شباهت به کسی می کنم که با او هستم افکارم رو نزد خودم نگه می دارم یا مثلا شاید بنویسید که به دیگران اجازه نمیدم اون روی عجیب منو ببینن مثلا علاقه به فیلم های خارجی اگه دارم داستان های کوتاه یا اطلاعات درباره خونوادم یا هر چیزی که از نظر خودم عجیب و غریب میاد یا مثلا شاید بنویسید وقتی دوست اختری دارم به دوستها یا خانوادم اجازه نمیدم با ما زمان بگذرونن سعی میکنم دنیام رو از اونا جدا نگه دارم یا شاید بنویسید که دوست دارم طور دیگه ای لباس بپوشم که در حقیقت این کار رو نمی کنم یا شاید بنویسید سعی می کنم دیگران رو با نشون دادن شهرتم تحت تاثیر قرار بدم یا سعی می کنم دوستانی شناخته شده داشته باشم یا هر چیز دیگه به طور مشابه هم ممکنه به شکلی مفرط بر ظاهر خود یا موفقیت در زمینه شغلی تمرکز کنید یا سعی در مخفی ساختن نواقص خودتون داشته باشید تا از این طریق احساس بیارزشی رو جبران کنید جبران هایی از این دست شکننده هستند اونا به راحتی در هم میشکنند از شما میخوام تا بنیانی استوار بسازید از شما میخوام تا روابط اجتماعی رو از نو تجربه کنید متوجه میشین که این رابطه های تازه میتونن بسیار متفاوت با کابوس روابط دوران کودکی شما باشن معمولا بزرگ سالان تفاوت رو بهتر از کودکان و نوجوانان قبول میکنن احتمال بسیار کمتری وجود داره که بزرگ سالان هم مثل کودکان شما را تحقیر یا ترد بکنن گام پنجم اینه که با استفاده از چهار مرحله قبل فهرستی از ویژگی های خودتون تهیه بکنید که باعث میشن احساس بیگانگی، آسیب پذیری یا بیارزشی داشته باشین برای هر ویژگی کاغذی جداگانه انتخاب کنید برای هر کدوم از اونها عنوانی جداگانه بنویسید مثلا کودکی چاق یا کودک نادان سپس روی هر برگ مرحله زیر رو دنبال کنید اول اینکه ویژگی خودتون رو با جزئیات توصیف کنید یعنی اگه نوشید چاق قشنگ جزئیات این مسئله رو بیان کنید مثلا بگید چاق یعنی بیش از 75 کیلوگرم دوم اینکه فهرستی از شواهدی که در دوران بزرگسالی صحت تله شما رو اثبات میکنه تهیه بکنید سوم اینکه فهرستی از شواهد تهیه کنید که احساسات شما رو رد میکنه چهارم اینکه عقاید خانواده و دوستاتون رو در مورد چگونگی رویارویی با ویژگی شخصیتی خودتون جویا بشید پنجم اینکه در یک پاراگراف شواهد عینی خودتون رو خلاصه وار بنویسید انتقاد از خودتون تا چه اندازه درسته به عنوان مثال فرض کنید شما این ویژگی ها رو در مورد خودتون نوشین که خوب به نظر نمیرسم توانمند نیستم نمیتونم خوب حرف بزنم موفقیت کافی ندارم استراب میگیرم توی موقعیت های اجتماعی پر حرفم حرف های احمقانه میزنم و یا مثلا گفتید که اثرگذاری بسیار بدی دارم توی اولین برخورد حالا یکی از همین ویژگی ها رو من به عنوان مثال انتخاب می کنم تا متوجه بشید که چجوری این گام ها رو انجام میدم. همین ویژگی آخر اثرگذاری بسیار بد اولیه. این ویژگی رو نوشتم. حالا میام اول طبق همون چیزی که بهتون گفتم تعریفش می کنم. میگم افراد وقتی برای اولین بار من رو منو میبینن از من خوششون نمیاد یعنی در اولین مرحله به صورت جزئی این ویژگی رو توضیح میدم حالا شواهدی در زندگی بزرگ سالیم که صحت نقص رو تایید میکنه می, می نویسم هرگز توی مهمونی ها افراد رو ملاقات نمی کنم. در تمام مهمونی ها افرادی که منو نمیشناسن خیلی سریع در نگاه اول علاقه رو به من دست میدن در مصاحبه های در مصاحبه های شغلی عملکرد خوبی ندارم افراد اولین دیداری رو که با من داشتن به تمسخر می گیرن. در ملاقات با افراد جدید بسیار مشکل دارم. به نظر میرسه همسایه های آپارتمانم از من خوششون نمیاد. اونا با افراد دیگه رابطه بسیار دوستانه تری دارن. حالا که اینا رو نوشتم شواهدی که صحت احساساتم رو رد میکنن یادداشت میکنم، یعنی قسمت سوم کار. از زمان بزرگسالی تعدادی دوست پیدا کردم اینو مثلا می نویسم یا میگم در واقع دوستان خوب زیادی دارم در دوران دانشگاه هم مادر دوستانم از من خوششون میومد. خانواده دوستانم پدر دوستانم دوستان دوستانم و کسانی که با اونها آشنا شده بودم از من مثلا خوششون اومده بود اینا رو میام یادداشت میکنم بعد توی مرحله چهارم میگم نظرخواهی از خانواده و دوستان خودم انجام دادم و این نظرخواهی رو یادداشت میکنم از خواهر مادر و دو نفر از دوستانم نظر خواستم خواهرم گفت که مثلا عصبی و گوشگیر هستی دوستانم دقیقا همین رو گفتن در مرحله پنجم حالا خلاصه شاهد عینی رو یادداشت میکنم هرچند که شواهدی هستن که نشون میدن من میتونم اثرگذاری اولیه خوبی داشته باشم اما اکثر شواهد خبر از صحت نقص من میدن و این در واقع خلاصه رو یادداشت کردم وقتی همین کار رو در رابطه با بقیه ویژگی هایی که یادداشت کردید انجام بدید متوجه میشید که این ویژگی ها میتونه بسیار متفاوت باشه و شاید بعضی صحت داشته باشه و بعضی هم صحت نداشته باشه یعنی شاید بعضی از این ویژگی ها به عنوان نقاط ضعف شما وجود خارجی داشته باشن اما بعضی دیگه وجود خارجی نداشته باشن و شما به این نتیجه برسید که مثلا فرد خوشظاهری هستید و یا در یک سری از مسائل موفق هستید وقتی همین تضاد رو به خودتون یادآوری کنید متوجه میشید که شما به صورت مطلق بد نیستید و به صورت مطلق هم خوب نیستید و در واقع این تضادها تشکیل دهنده شخصیت شما هستند و شما یک فرد کاملا سیاه یا سفید نیستید در اینجا متوجه میشید که یک سری نقاط قوت دارید که میتونن به شما کمک بکنن تا از طریق اونها ارتباطات و دنیای پیرامون خودتون رو بسازید و با سرمایه گذاری کردن روی نقاط قوتتون روابطتون رو بهتر بکنید و یک سری نقاط ضعف دارید که میتونید روی اونها کار بکنید و اینگونه نیست که در همه موارد ضعیف یا ناخوشایند و ناموفق باشید خب حالا که تا اینجا اومدین مرحله بعدی اینه که اگه متقاعد شدید که نقص شما حقیقت داره مراحلی رو که از طریق اون میتونید بر اون عیب غلبه کنید یادداشت کنید با استفاده از این طرح تغییر به آرامی پیشرفت کنید ممکنه برای اینکه به استراتژی های بهبود دهنده برسید جملاتی از این دست بنویسید تلاش برای بهبود مهارت های اجتماعی صمیمی شدن و دوستانه تر شدن رابطه با دوستانتون کم یا اضافه کردن وزنتون شرکت در کلاس های گفتمان عمومی ادامه تحصیل یا هر چیز دیگه این فعالیت ها رو به تدریج انجام بدین زمانی که نقص دائمی خودتون رو پیدا کردید و یا در واقع یک نقصی رو در خودتون دیدید گاهی از غلبه بر اون دست میکشیم یعنی ما در بعضی از موارد نمیتونیم این نقص رو پیدا بکنیم اما در بعضی از موارد وقتی این نقص رو پیدا میکنیم کاری برای تغییرش انجام نمیدیم اونقدر احساس خجالت داریم که حتی نمیخوایم در موردش فکر کنیم مراقب باشید در چنین تلهی گرفتار نشید به نواقص خودتون حمله کنید مثلا توی همون مثال قبلی که من براتون زدم اثرگذاری بسیار بد در برخورد اول و این رو به عنوان یک ویژگی منفی ارزیابی کردیم و اومدیم مراحل رو روش اجرا کردیم بعد از اینکه شما به عنوان مثال این ویژگی منفی رو در خودتون پیدا کردید و این نقص رو دیدید که واقعیه حالا وقتی میاین روش کار میکنید متوجه میشید که خب دلایلش مثلا اینه که اول که با کسی وارد رابطه میشم به واسطه اینکه استراب دارم نمیدونم باید در مورد خودم چی بگم وقتی که از من در مورد خودم میپرسن و این باعث میشه که من نتونم رابطه خوبی داشته باشم و در نتیجه اثر بعدی در برخورد اول روی آدم رو میذارم یا شاید به این نتیجه برسید که به علت اینکه شوخی های خوبی نمی کنم یا حرفهایی میزنم که فرد مقابل چون منو نمیشناسه در مورد من قضاوت میکنه و منو آدم گستاخ و بد یا آدم بددهنی میبینه باعث میشه که برخورد اول براش خاطری خوبی نباشه وقتی که این ماجرا رو پیدا کنیم حالا ماجرا برامون ساده تر میشه چون حالا میتونیم راه حلی برای تغییر این ماجرا داشته باشیم مثلا میتونیم به خودمون کمک بکنیم تا بتونیم بیشتر در رابطه با خودمون اطلاعاتی رو دست بندی کنیم که اگه با کسی وارد رابطه شدیم و فردی در مورد خودمون از ما سوال کرد مسترب نشیم و از قبل بدونیم که در این شرایط چی باید بگیم یا مثلا میتونیم تصمیم بگیریم که وقتی به اندازه کافی با یک فرد غریبه آشنا نشدیم باهاش شوخی نکنیم وقتی از پیش برنامه ریزی می کنیم اون موقع میتونیم بهتر تغییر رو در خودمون ایجاد بکنیم مهارت های اجتماعی بسیاری هستند که از طریق آماده سازی خودمون میتونیم یاد بگیریم از پیش برنامه ریزی کردن در جهت چگونگی مواجهه با موقعیت های مختلف استراب شما رو کاهش میده تصویرسازی میتونه نقشی اساسی در آماده سازی ایفا بکنه به جای اینکه پیش از هر دیداری زمان خودتون رو صرف تصور موقعیت های فاجعه آمیز بکنید همون زمان رو صرف این تصویر کنید که عمل کرده بسیار خوبی دارید تصور کنید که دقیقا همونطور که میخواین عمل میکنید به جای تمرین شکست به تمرین موفقیت بپردازید به عنوان مثال اگه قراره به یک مهمونی برید میتونید قبل از رفتن به مهمونی چشماتونو ببندین و تصور بکنید که در حال آرامش داشتن هستید و توی مهمونی همه چی خوب پیش میره میتونید خودتون رو تصور بکنید که دارید راه میرید به اطراف نگاه میکنید لبخند میزنید فردی رو انتخاب میکنید و باش صحبت میکنید و میرید جلو بدون اینکه احساس سراب داشته باشید هرچی دلتون میخواد رو میتونید بگید مرحله بعدی اینه که برای هر یک از نقایص و کمبودها کارت نویسی بکنید سازمان الکلی های گمنام گفته ی معروفی داره که میگه خداوندا به من آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچرا که نمیتوانم تغییر دهم شهامتی عطا فرما تا آنچرا که در توانم است تغییر دهم و خردی ده که تفاوت میان این دو را درک کنم چیزایی هستن که شما قادر به تغییر اونا هستین و عواملی هم وجود دارن که نمیتونید اونا رو تغییر بدید. پیش نیاز خودسازی پذیرش خودتونه. ممکنه دوچار نواقصی باشین که هرگز تغییر نمیکنن یا به قدر کافی تغییر پیدا نمیکنن. شما همیشه بلند یا کوتاه خواهید موند. احتمالا همیشه چاق خواهید موند. ممکنه هرگز به اندازه کافی با به موفقیت نرسید هرچند که افراد گرفتار در این تله تقریبا همیشه در مورد اهمیت نواقصشون مبالغه میکنند این نکته رو در نظر داشته باشید نواقص شما در مقایسه با ویژگی های خوبتون تا چه اندازه معنا داره فهرستی از ویژگی های خوب و نواقص خودتون تهیه کنید چنین لیستی رو برای افرادی که میشناسیدم بنویسید آیا واقعا تا این اندازه بد و هالیوودی هستین سعی کنید خودتون رو در موضع مقایسه قرار بدین مثلا ممکن شما در موقعیت های اجتماعی به خوبی عمل نکنید اما باهوش، حساس و انسانی شیرین باشید ممکنه شخصی با مزه و دلپسند هستید که تفاوت هاتون اغلب کاملا شما رو میتونه پرجاذبه هم بسازه تجربه ای که با مراجعه کننده هام دارم نشون میده که نقایص افراد گرفتار در این تله در برابر پیشینه کلی اونها بسیار کمه شما گمان میکنید که بزرگ سالان هم مثل کودکان دوران کودکی شما به وضوح به عیبهای شما توجه میکنند اشتباه میکنید معمولا افراد بزرگ سال تحمل بیشتری در برابر تغییر دارن تا کودکان بزرگسالان تفاوت رو بیشتر درک میکنن تنها کودکان یا بزرگسالان نابالغ هستند که حس میکنن باید مثل دیگران باشن مثلا ممکنه شما با خودتون فکر کنید که وقتی توی مهمونی هستم همون حسی رو دارم که در دوران مدرسه داشتم ممکنه حس کنید که به عقب برگشتین و همه دارن شما رو مسخره میکنن تقریبا پذیرفتین که سایر بچه ها برخلاف شما باشن و در مورد چاقیتون شعر بگن در آخر هم ممکنه نواقصی داشته باشید که نمیخواین تغییر بدین برخی از نواقص میتونه به جنبه خاصی از شخصیت شما ارزش بده به عنوان مثال در مورد نوع لباس پوشیدنتون میتونید به این نتیجه برسید که از خریدن لباس و ست کردن لباس لذت میبرید قصد ندارید که این کار رو ترک کنید شکل لباس پوشیدنتون متفاوته اما هنجار شکن نیست ممکنه همین مشکل رو با آرایش کردن داشته باشید شاید علاقه, علاقه ای به آرایش نداشته باشید حتی اگر شانس دوستیابی رو براتون بالا میبره اینکه تا چه اندازه مایل هستید خودتون رو تغییر بدین در نهایت تصمیمش با شماست باید از عواقب کار خودتون آگاه باشید اگه هدفتون اینه که متعلق به جمع باشید پس باید بدونید که به رخ کشیدن بی همتا بودنتون کمکی به شما نمیکنه. یکی از چالشی ترین کارهای زندگی برقراری تعادل میان تعلق داشتن عادی بودن و نشان دادن ذات بی همتاتونه اگه بیش از اندازه خود رو همسو با دیگران نشون بدین حس منحصر به فرد بودن رو از دست میدین اگه بیش از هر چیز روی خودتون و بی همتاییتون تمرکز کنید نمیتونید در جمع و به دیگران تعلق داشته باشید و در نهایت کار بعدی که باید بکنید اینه که برای هر نقص خودتون کارت نویسی بکنید و اونا رو همراه خودتون داشته باشید هر زمان که طلهتون تحریک شد اونا رو بخونید از این طریق میتونید طله رو از خودتون دور بکنید در هنگام کارت نویسی روش های مبالغه نواقص خودتون رو بنویسید به ویژگی های خوب خودتون اشاره کنید روش هایی رو که از طریق اونها میتونید به بهبودی برسید ذکر کنید مثلا چند نمونه رو من براتون الان مثال میزنم این چیزی که الان من براتون میخوام بگم نمونه یکی از همین کارت نویسی هاست مثلا زمانی که فرد در موقعیت های اجتماعی مسترب میشه میتونه از این کارت استفاده بکنه و با خوندن این کارت از تقویت طله خودش جلوگیری بکنه به عنوان مثال روی این کارت میتونه بنویسه میدونم که همین حالا احساس استراب دارم گویی که همه دارم به من نگاه میکنن احساس میکنم نمیتونم با کسی حرف بزنم اما میدونم که فقط طلم در حال تحریک شدنه اگه به اطرافم نگاهی بکنم میبینم که دیگران به من نگاه نمی کنن و اگه احتمالا کسی هم نگاه کنه این نگاه نگاهی دوستانه است اگه با دیگران صحبت رو آغاز کنم خیلی زود استرابم کم میشه مردم متوجه استرابم نمیشن علاوه بر این سایر افراد هم مسترب هستن هر کسی تا حدی در موقعیت های اجتماعی احساس استراب داره میتونم با نگاه کردن به دیگران و پیدا کردن شخصی برای صحبت کار خودم رو آغاز بکنم یا ممکنه یک کارت با یک مضمون دیگه نوشته باشید مثلا یک کارت ترد اجتماعی دیگه میتونه اینجوری باشه که روش نوشته شده باشه احساس میکنم با سایر افراد تفاوت دارم احساس بیگانگی میکنم مثل فردی تنها در میان جمعیت خودم را عقب میکشم و گوشگیر میشم اما میدونم که همه چیز از تلمه در واقع من در حال بزرگ کردن افراتی تفاوت هام هستم اگه کمی دوستانه تر باشم میفهمم که نقاط مشترک زیادی هم دارم فقط باید به خودم فرصتی برای برقراری ارتباط بدم یادتون باشه که بهترین نوع کارت ها کارت هایی که خود شما در رابطه با خودتون می نویسید کارت نویسی به شما کمک می کنه تا تلسم تل رو بشکنید و در مسیر درست قرار بگیرید گام بعدی اینه که زنجیری از گروه های اجتماعی و کاری رو تشکیل و به تدریج این زنجیره رو گسترش بدین این مرحله حساس ترین مرحله است از فرار کردن دست بردارید از میان تمام عواملی که تله شما رو حفظ میکنه امتناع کردن مهمترین عامله تا زمانی که در حال فرار باشید تغییری صورت نمیگیره با رسیدن به دوران بزرگسالی احتمال ترد شدن کمتر از دوران کودکی میشه هر چه سن افراد بالاتر میره پرتاقتتر میشن و بیشتر میپذیرن اما شما چنین چیزی رو نمیبینید شما در کودکی خودتون گیر کردین و از تغییر دنیای اطراف خودتون آگاه نیستین شما ذهنیت یک کودک رو به بزرگسالان اطراف خودتون نسبت میدین بنابراین در موقعیت هایی قرار میگیرید که ممکنه بازخوردی دقیقا مخالف با آنچه میخواین دریافت کنید هیچ وقت متوجه نمیشین که ممکنه پذیرفته بشین درک میکنم که این مرحله میتونه برای شما مشکل باشه تا جایی که بتونم اون رو برای شما آسون میکنم دلیل فرار شما اینه که در موقعیت های اجتماعی احساس استراب شدیدی دارید برای فرار از این استراب تقریبا هر کاری میکنید حتی ممکنه در تمام طول زندگی خود از موقعیت های اجتماعی اجتناب کنید اتفاقی که در تله ترد اجتماعی کاملا رایجه حتی با اینکه زندگی شما ممکنه تا حدودی با فقدان لذت همراه باشه باز هم میتونید از این تله عبور کنید از لیست موقعیت هایی که از اونها اجتناب میکنید استفاده کنید و با توجه به معیارهایی که بهتون میگم مشخص کنید که به انجام رسوندن هر کدوم تا چه اندازه برای شما دشواره شاخص اندازه گیریتون باید اینجوری باشه بنویسید خیلی آسون تا حد کمی سخت تا حدودی سخت بسیار سخت تقریبا غیر ممکن خیلی آسون رو عدد یک بدید تا حد کمی سخت رو عدد دو تا حدودی سخت رو عدد سه بسیار سخت رو چهار و تقریبا غیر ممکن رو پنج در واقع از یک تا پنج به سختی این موقعیت ها دارید امتیاز میدید خب حالا مثلا فرض کنید موقعیت های اجتماعی که از اونها اجتناب میکردین رو لیست کردید و توی لیستتون نوشید اغلب مهمونی ها میزان سختیش یک بیرون رفتن با دیگران میزان سختیش چهار قرار ملاقات سه درخواست از دوستان دو یا چیزهای دیگه از ترین گزینه شروع کنید اون عمل رو بارها و بارها تکرار کنید تا کاملا برش چیره بشید و بعد به مرحله بعد برید و گزینه بعدی رو تمرین کنید به هیچ وجه عجله نکنید اینقدر گزینه ها رو تکرار بکنید تا کاملا براتون عادی بشه وقتی هر سطح رو به درستی انجام بدین و به سطح بعدی برید به مرور یواش یواش این مسائل که در شما ایجاد استراب می کرده مرتفع می و تغییر می کنید یادتون باشه که به هیچاش عجله نکنید یواش یواش جلو برید و سعی کنید تا زمانی که یک سطح در شما به خوبی و با موفقیت به اتمام نرسیده وارد مراحل سختتر نشید برای انجام دادن هر کاری میتونید برنامه ریزی بکنید از تصویرسازی مثبت استفاده بکنید و عملکرد خودتون رو از قبل کامل در ذهنتون تمرین بکنید و بعد اجراش بکنید و بعد به تدریج به سطوح بالاتر برید موفقیت های شما شما رو در طول این مسیر تقویت میکنه سختترین قسمت شروع کاره از فرصت استفاده بکنید و دوباره از نظر اجتماعی رشد کنید حتی به این نتیجه می رسید که این کار براتون لذت بخشه و یواش یواش از چالشی که دارید با خودتون می کنیدم لذت می برید. خب کار بعدی ای که باید بکنید اینه که از موقعیت هایی که ممکنه در اونها احمق، کند یا ناشی جلوه بکنید دوری کنید مثل رفتن به دانشگاه یا سخنرانی برای عموم در هنگام ملحق شدن به جمع تعداد معینی از مکالمات رو برای آغاز گفتگو در نظر بگیرید و سعی کنید که به هدف خود دست پیدا کنید خودتون رو به سمت دنیای بیرون هدایت کنید افرادی که دچار این تله هستن زمان زیادی رو صرف مراوده های اجتماعی در ذهن خودشون میکنن اونا با کسی ارتباط برقرار نمی کنن. حتی با وجود حضورشون در موقعیت های اجتماعی همچنان از روابط حقیقی فرار می کنن. در جمع حضور دارن اما حقیقتا اونجا نیستن شما باید بر این نوع گوریز هم غلبه کنید وقتی در حال تمرین گزینه های خودتون هستین بپذیرید که با تعدادی از افراد گفتگو کنید مثلا با رفتن به مهمونی ها بگین میخوام حداقل با دو نفر قریب صحبت کنم در واقع از شما میخوام که این کار رو به صورت پله پله پل انجام بدین واقعا قافلگیر میشید اگه ببینید که تشخیص هدف میتونه به جای افزایش میزان استراب شما کاهش دهنده اون باشه همین که استراب مورد انتظار بگذره متوجه میشید که صحبت با دیگران تا حد زیادی استراب شما رو کاهش میده مشکل امتناع کردن همینه شما استرابی دور از انتظار دارید سعی کنید با یک شخص در گروه دوستی برقرار کنید و سپس دوستیتون رو به سایر افراد گسترش بدید در واقع این روش بسیار موثره. تمرکز بر تمام یک گروه میتونه گیج کننده باشه حس میکنید تمام گروه به شما نگاه میکنن بر اجزا و اعضای کوچیک گروه تمرکز کنید هر بار یک یا دو نفر رو برای برقراری ارتباط انتخاب کنید و در واقع پله پله پل تعداد افراد و ارتباطات رو افزایش بدید و یک باره این کار رو نخواین که انجام بدید که با همه بخواین وارد ارتباط بشید کار بعدی که باید انجام بدید اینه که توی جمع خودتون باشید نوع زریفتری از اشتناب کردن وجود داره و اون کتمان بخشایی از خودتونه با دیگران حرف میزنید اما مراقب هستید تا در مورد موضوعات خاصی صحبت نکنید بنابراین نقص و تفاوت خانواده شما پنهون میمونه شاید این راز همجنسگرایی ناموفق بودن یا تعلق خاطر نداشتن به گروهی خاص باشه همچنین ممکنه به مشکلاتی مانند مشکل فیزیکی یا به وضعیت تحصیلی و درآمدی مربوط باشه شما برای مخفی نگه داشتن اینها بهای سنگینی رو میپردازید ملاقات با دیگران مملو از تنش و تنهایی میشه همونطور که یکی از مراجعه کنندگان من میگفت راز داشتن یعنی تنهایی سعی کنید تا حد امکان تفاوت و نواقص خودتون رو پنهان نکنید از شما نمیخوام تا به شکلی هنجار شکن متفاوت باشین فقط میگم خودتون باشید اجازه بدین دیگران بدونن که شما همجنسگرا یا از یک زمینه خاص خانوادگی هستید دست از پنهانکاری بردارید همونطور که به شناخت بهتر دیگران میپردازید برخی از آسیب ها و ناامنی های خود رو با اونها در میان بذارید این تنها راهیه که از طریق اون میتونید به پذیرش خود پی ببرید و در نهایت آخرین گامی که باید انجام بدید اینه که از تقلا برای جبران حس ناخوشایندی که دریافت کردین دست بردارید به خودتون اجازه بدین تا بفهمید که دیگران شما رو به خاطر اون که هستید پذیرفتن و نه با ایستادگی در برابر فشار یا به وسیله دارایی ها و موفقیت های شما به عنوان مثال ممکنه شما از اینکه مدام ثابت کنید فرد شناخته شده‌ای هستید خسته شده باشید همیشه راجب کسی که هستین دروغ میگید. واقعا دیگه نمیخواین چنین کاری رو انجام بدین و این جمله‌ایه که در درون شما تکرار میشه. یا ممکنه در مورد عدم موفقیتتون رنج میبرید. از اونجایی که از موقعیت کاری خودتون خجالت میکشید مدام سعی میکنید تا به دیگران ثابت کنید که چه فرد باهوشی هستید. هر بار که بحث کاری پیش میاد مکالمه حالتی خسته کننده و مصنوعی به خودش میگیره ممکنه همیشه خودتون رو در حال لافزنی میبینید فارغ از اینکه در مورد چه مسئله ای دارید صحبت میکنید همیشه توضیح میدید که چگونه مثلا در دانشگاه به فلان مقام دست پیدا کردید یا فلان موفق موفقیت رو دریافت کردید گاهی در مورد تئوری های نظری حرف میزنین و گاهی ناگهان پرفاده میشین همه چیز کاملا پوچه اینو خودتون بهتر از هر کسی میدونید و طرف مقابل کاملا متوجه میشه که شما چه احساسی دارید نه تنها اقدام به ضد حمله یک بار سنگین محسوب میشه بلکه رفتار شما هم روشن و واضح خواهد بود دیگران به راحتی شما رو میفهمند اونا میدونن که شما از درون شرمنده و خجل هستید فخر فروشی های شما دروغینه هم شما این رو میدونید و هم اونها دست از تظاهر بردارید و خودتون باشید دیگران هم بیشتر خوششون میاد و خودتون هم خودتون رو دوست خواهید داشت از شما نمیخوام که خودتون رو کوچیک بشمورید بلکه میخوام که آروم بشید و دست از تقلا برای تاثیرگذاری بر دیگران بردارید خب اگر قرار باشه سخن پایانی رو براتون بگم باید بگم که سفر خروج از ترد اجتماعی سفر از تنهایی به سوی ارتباطه سعی کنید نگاهی مثبت به اون داشته باشید اگر قصد دارید روش های تغییر رو به کار ببرید متوجه خواهید شد که پاداش در انتظار شماست حالا دیگه میتونید به قرار ملاقات برید از حضور در مهمونی ها لذت میبرید و چند شب در هفته رو بیرون سپری میکنید با خوشحالی میتونید به جلسات مختلف برید میتونید دوستانی رو که حقایق زندگیتون رو با اونها در میان بذارید داشته باشید پاداش چنین تصمیمی یک زندگی اجتماعی رضایت بخشه میتونید عضوی از یک گروه یا اجتماع باشین این بخش بخش مهمی از زندگیه که در حال حاضر شما ازش بی بهره اید و در انتها یادتون باشه اگر این تله در شما قویه و نیازمند یک کمک حرفه‌ای هستید حتما از یک رواندرمانگر درمانگر مجرب برای کمک به خودتون استفاده بکنید در بسیاری از موارد اگر این ترهواره ها و تله ها قوی باشه شاید تغییر به تنهایی براتون سخت باشه و گرفتن یک کمک حرفه‌ای میتونه بسیار برای شما مؤثر باشه